در ایالات متحده لابی یک نهاد حقوقی ثبت شده در دولت است که از طریق گروه‌های ذی‌نفع اجازه دارد تصمیم گیرندگان در قوه مقننه و مجریه را تحت فشار بگذارد تا سیاست‌های موجود در کشور اجرا بشه یا سیاست‌های اتخاذ شود که با اهداف آن نهادها سازگار است. اما لابیگری معنای فراگیرتر پیدا کرده که شامل تحرکات سیاسی و تعامل با دولت‌ها، رسانه‌ها و احزاب سیاسی با هدف اثرگذاری بر تصمیم‌های آنهاست. مذاکرات محرمانه آیت الله بهشتی به نمایندگی آیت الله خمینی با ژنرال هایزر به نمایندگی دولت کارتر در تهران و در دوران نخست وزیری شاپور بختیار نخستین لابیگری مقامات اسلامی در آمریکا به شمار می‌آید. به گزارش نیویورک تایمز 40 سال پیش جان کانلی فرماندار سابق تگزاس به نمایندگی از ستاد انتخاباتی ریگان در اسپانیا با مقامات جمهوری اسلامی به توافق رسید تا به ازای تأخیر در آزادی گروگان‌ها سلاح به ایران فروخته شود. 4 خرداد 1365 و در ادامه معاملات پنهانی ایران و آمریکا، یک هیئت آمریکایی به سرپرستی رابرت مکفارلن، مشاور امنیت ملی ریگان، سرهنگ آلیور نورث، 2 مقام شورای امنیت ملی و 1 مأمور موساد با 1 هواپیمای اسرائیلی همراه با 1 کیک به شکل کلید و 1 انجیل امضای ریگان وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند. 30 شهریور 1366 نیوشا فرحی منتقد سینمایی، مدیر کتاب فروشی خانی کتاب و از مخالفان چپگرای جمهوری اسلامی همزمان با سخنرانی علی خامنه ای در سازمان ملل در اعتراض به جمهوری اسلامی و سیاست خارجی ریگان در برابر فدرال بیلدینگ لس آنجلس خودسوزی کرده و جان باخت. سیامک نمازی و تریتا پارسی با ارائه متن ایرانیان آمریکایی پل ارتباط دو ملت در کنفرانس ایران قرن 21 در سال 1378 در قبرس ایده اولیه یک لابی برای ایرانیان آمریکا را مطرح کردند. 2 آذر 1377 $200,000 به دانشگاه‌های کلمبیا در نیویورک و راتگرز در نیوجرسی کمک کرده تا استادان حامی جمهوری اسلامی را استخدام کنند. در خرداد 1396 شاهزاده رضا پهلوی در کنگره آمریکا با سناتور دموکرات ویرجینیا تیم کین و سناتور جمهوری‌خواه آریزونا جان مککین دیدار و گفتگو کرد تا صدای مخالفان جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا شنیده شود. سازمان مجاهدین خلق ایران نیز از حمایت شخصیت‌های تأثیرگذاری همچون مایک پنس، معاون پیشین دولت دونالد ترامپ، رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ و جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ و شماری از اعضای کنگره آمریکا برخوردار است. به گفته کارشناسان، آغاز جنبش سراسری زن زندگی آزادی در ایران فصل نوینی در تأثیرگذاری صدای نسل جوان ایران بر سیاست‌گذاری‌های جهان و آمریکا در رابطه با ایران بوده است. بازتاب گرد همایی های ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا نیز دیگر ابزار مؤثر لابیگری دموکراسی خواهان ایران برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت و کنگره آمریکا ارزیابی شده است. از شما پرسیدیم به نظر شما مردم ایران لابی غیر رسمی کارآمدی در آمریکا دارند که بتواند خواسته هایشان را پیگیری کند؟ همطور که میبینید 80% گزینه خیر رو انتخاب کردن. در ابتدای برنامه ببینیم روزیتا از دیدگاه های شما چه آماده کرده. سیامک همراهان برنامه به نکات متفاوتی اشاره کردند. برخی از نقش دولت کنونی آمریکا در راستای فعالیت‌های لابی‌ها گفتند. برخی موفقیت این اقدامات را به موازات اعتراضات مردمی تعریف کردند. برخی هم با اشاره به گروه همبستگی نظر دادند. در اینستاگرام یقیشه نوشته اونچه مهمه هدف لابیگره. اگه لابیگر نایک باشه به دنبال اهداف مردم نیست و دنبال اهداف سودجویانه خودشونن. و اگر لابیگر شاهزاده رضا پهلوی باشن بسیار مؤثر و در راستای منافع مردم خواهد بود. این کاربر معتقد دولت مردان آمریکایی تمایلی به روی کار اومدن شاهزاده به خاطر ناسیونالیست بودنش ندارن. اولین بخش از پیام‌های صوتی آماده است، با هم گوش کنیم. از نظر من هنوز دولت آمریکا، یعنی دولت کنونی آمریکا، سیاستش رو بر اساس حمایت کامل از مردم ایران نگذاشته. بنابراین من فکر میکنم هر جور لابیگری هم که ایرانیان خارج از ایران انجام میدن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به نظر من لابیگری وجود نداره، فقط چند نفر خواستن که این اقدام را انجام بدن، اما بعد از اتحاد و همبستگی مسیح علی نژاد و شاهزاده مردم پاپس کشیدن، چون هنوز مردم به اتحاد این چند نفر باور قلبی ندارن و مردم گزینه های دیگه رو هم میخوان. به نظر من لابیگری همونقدر مهم هست که مبارزات خیابونی در داخل کشور مهمه. ولید فارس، نویسنده، مدرس دانشگاه و کارشناس امنیت ملی، کتابی به تازگی نوشته. عنوان کتاب رو می‌بینید: ایران، جمهوری امپریالیستی و سیاست آمریکا. یک فصل 8 کتاب در مورد لابی ایرانه که در مورد این صحبت خواهیم کرد. آقای فارس در کتاب تازه‌اش میگه حتی شوروی در اوج کارزار نشر اطلاعات غلط در جنگ سرد به سطح نفوذ جمهوری اسلامی در نظام روشنفکری آمریکا نرسید. جمهوری اسلامی از دانشگاه‌ها در آمریکا چطور برای پیشبرد اهداف و منافع خودش استفاده کرده؟ لابیگری دانشگاهیان از مدت‌ها پیش شروع شده. این با استراتژی ایران همخونی داره و کاملاً موافق بوده. تهران تونسته در سال‌های 1990 از جنگ سرد جان سالم به در ببره، چون اعلام کرد که جزو کشورهای غیر متعهد، اما در این حال گفت به جلو حرکت می‌کنه و در سوریه با اسد و در عراق هم بعد از جنگ با نیروهای شبه نظامی متحد شد. در آمریکا وضعیت ایران بعد از جنگ سرد مهمه. بعضی از گروه‌های چپ تندرو که از اتحاد شوروی کمک می‌گرفتند، خود را به رژیم ایران نزدیک کردند. به همین دلیل همکاران و ناشران من درباره این اتحاد صحبت می‌کنند که در یک طرف اون جبهه اسلام‌گرایان خمینی قرار داره و در طرف دیگه گروه‌های مارکسیست و ماویست ایستادند و به دانشگاه‌های آمریکا راه پیدا کردند. در سال‌های 80 و اوایل 90 رژیم ایران منبع مالی بزرگی نداشت که بتونه در سطح وسیع لابیگری کنه، ولی اونقدر پول داشت که به گروه‌های چپ کمک کنه که در کنارش باشن، به خصوص سازمان‌هایی که در آمریکا در امور خاورمیانه تحقیق می‌کنند. همون اتفاقی که برای گروه‌های جهادی و اخوان المسلمین افتاد، برای رژیم ایران هم افتاد. یعنی اگر با گروه‌های آکادمیک آشنا باشید یا تأمین اعتبار کنید یا با اونها طرح دوستی بریزید، میتونید به وسیله اونها در کلاس‌های درس هم نفوذ کنید، میتونید در طرز تفکر اونها راجع به ایران نفوذ کنید. حالا شما میتونید حد بزنید که بعدها این نفوذ از کلاس درس به اتاق خبر، به دادگاه، به اتاق جنگ یا به اتاق مشاوران امنیت ملی منتقل میشه. پس رژیم ایران با یک استراتژی دقیق یک شبکه تشکیل داده و من در کتابم نوشتم که جمهوری اسلامی کاری مشابه گروه‌های راست تندرو در آمریکا انجام داده. ایران و این گروه‌ها هر دو ضد یهودند. هر دو ضد چیزی هستند به اسم توطئه‌گران جهانی. شبکه‌ای به وجود آوردند که ترکیبی از چپ افراطی و راست افراطی. من اوایل سال 1991 مهاجرت کردم و در اون زمان این شبکه وجود داشت و من از دیدن بعضی از همکارهام تعجب می‌کردم که یا مسائل و رویدادهای ایران رو درک نمی‌کردند یا هوادار رژیم ایران بودند و عقاید خودشون رو به دانشجویان تدریس می‌کردند و بعضی از این دانشجویان سیاستمدار و سازمان دهنده می‌شدند. شما در تحقیقاتتون شواهد محکمی پیدا کردید که نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی به برنامه‌های مطالعات خاورمیانه در دانشگاه‌های آمریکا کمک مالی کرده باشند؟ Everything that was found was already published. You mentioned the Alavi Foundation. هر چی پیدا کردیم به وسیله بنیاد علوی انجام شده بود. تامین اعتبارها برای برنامه‌ها در ایران یا فرهنگ ایرانی بود، ولی برای اهداف رژیم جمهوری اسلامی دست. بنابراین بخش بزرگ اعتبار مالی در واقع از هدایایی تامین می‌شد که مردم ساده دل آمریکایی به این دانشگاه‌ها می‌دادند، فارغ از اینکه پرینستون یا UCLA یا دانشگاه‌های دیگه باشه. یعنی اعضای واقعی که از سیاست‌های ایران هواداری می‌کردند تا بتونن نامزد یا منتخب این برنامه‌ها بشن. این فرایند شباهت زیادی به فرایندهای شوروی و چین داره که میگن هدف‌هایی رو برای تقدیم هدایا انتخاب کنید که قبلاً مشخص شدن. اونها با انتصاب مسئول این برنامه‌ها نفوذ خود رو گسترش می‌دادن. یک سازمان به خصوص دانشگاهی که در این اعمال نفوذها مشارکت داشت، انجمن مطالعات
خاورمیانه آمریکایی شمالی بود که به مسا معروفه که کنفرانس های سالانه در زمینه خاورمیانه رو معمولا در ماه نوامبر سازماندهی میکنه و شما میتونید در اینترنت ببینید چه کسانی این کنفرانس رو سازماندهی میکنند و چه کسانی سخنرانی میکنند. مخالفت های زیادی از سوی اپوزیسیون ایران علیه مسا شده. تصور کنید ظرف 20 یا 25 سال یک روند مشخص در مطالعات راجع به خاورمیانه به وسیله مسا کنترل شده و مسا از سوی ایران حمایت میشه و زیر نفوذ ایران. افراد همدل با جمهوری اسلامی به اصطلاح چطور از رسانه‌های آمریکا سر در آوردن؟ در سالهای 1980 این جریان در خلال دوره‌ای رخ داد که چپ افراطی هنوز از رژیم جمهوری اسلامی هواداری می‌کرد و در ایران نفوذ داشت. شما فارغ التحصیلانی رو دارید که ایرانی آمریکایی نیستن، ولی به وسیله رسانه‌های مختلف مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست و گاهی وال استریت جورنال یا روزنامه لس آنجلس تایمز و نشریات شیکاگو استخدام میشن. به این ترتیب معلومات این دانشجویان در زمینه خاورمیانه به طور طبیعی از کلاس درس به اتاق خبر رویترز یا آسوشیتد پرس و دیگر رسانه‌ها منتقل میشه. این فرایند بیشتر در سال‌های آخر دهه 90 میلادی رخ داد و بعد از حادثه 11 سپتامبر گسترش پیدا کرد. اما در زمانی بعد از دوره اوباما اصول روابط ایران و آمریکا با توافقنامه برجام شکل تازه‌ای پیدا کرد. به این ترتیب یک روند نیمه رسمی به وجود اومد. یعنی وقتی شما توافقنامه را میپذیرید، عملاً از دادن پول به ایران هم حمایت میکنید. در اینجا تغییر بزرگی حاصل شد. وقتی رژیم ایران از طریق توافقنامه برجام پول دریافت کرد، این پولها عملاً برای اعمال نفوذ در آمریکا هم مورد استفاده قرار گرفت و روال بازی رو تغییر داد. یک مورد اون در نیویورک تایمز منتشر شد. البته کسی به اون توجه نکرد، ولی به خیلی از روزنامه نگارهای نیویورک تایمز وعده داده شده که وقتی به لطف برجام بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، روزنامه نگاران نیویورک تایمز به ایران دعوت خواهند شد که در نهادهای علمی ایران درباره روابط ایران و آمریکا سخنرانی کنند، که به نظر من نوع نفوذ محسوب میشه. پس شما نه تنها در کلاس درس زیر نفوذ قرار میگیرید و نه تنها از راه اهدای کمک تحت نفوذ قرار دارید، بلکه از راه شغل هم زیر نفوذ رژیم ایران قرار گرفتید. این دست کم سه مورد نظریه که نشون میده چگونه عملیات نفوذ انجام میگیره. آقای فارس، اونطور که شما توصیف کردید، چرا لابی به اصطلاح غیر رسمی جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا چندان موفقیتی نداشت؟ That's a great question. Congress is closer to the American public. این سوال جالبیه. کنگره به آمریکا نزدیکتره و اعضای کنگره همیشه سعی میکنند از طرز فکر و احساس رأی دهندگان اطلاع پیدا کنند. ما میدونیم که اکثریت اعضای کنگره نه تنها جمهوری خواهانی که محافظه کارند، بلکه دموکرات ها مثل جو لیبرمن هم معتقدند که رژیم جمهوری اسلامی نه تنها افرادگرای اسلامیه، بلکه یک رژیم فاشیستی. پس این اکثریت از یک گروه محافظه کار منشعب میشه که با رژیم ایران مخالفه و دلیل داره. بسیاری از مخالفان رژیم ایران هوادار رژیم اسرائیل هستند، چون معتقدند رژیم ایران برای اسرائیل دردسر سازه. کسان دیگری هم هستند که چپ افراطی هستند، مثل سناتور باب مندز که فردی با نفوذ در حزب دموکرات آمریکاست و جمهوری اسلامی رو یک رژیم فاشیستی خودکامه میدونه. به همین دلیله که کنگره آمریکا طی سالها، البته با چند مورد استثنا، با برجام و رژیم ایران مخالف بوده. نسخه کامل این مصاحبه که پیشتر ضبط شده بود در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا در دسترس خواهید دید. به نظرات شما برگردیم با روزیتا. با نظری از اینستاگرام شروع می‌کنم. برخی از کاربران مانند حجت معتقد بودند که حضور دموکرات‌ها در رأس قدرت باعث ناموفق بودن فعالیت‌های لابی‌هایی مانند شاهزاده رضا پهلوی. ویژن هم از همراهان اینستاگرام معتقد لابیگری برای خواسته‌های مردم ایران به خصوص در آمریکا بسیار ضعیف‌تر از جمهوری اسلامی بوده. و در ادامه هم میگه حکومت در همه موارد تصویر مورد نظر خودش از جامعه ایرانی رو به غرب ارائه داده. ویژن در ادامه به بهبود لابیگری در سالهای اخیر اشاره کرده و اینکه لابیگری در غرب به نفع مردم ایران در حال تقویت و معتقده این امر نشون از بلوغ سیاسی مردم داره، ولی باید بیشتر تلاش کنن. بریم سراغ پیام های صوتی. آماده است، با هم گوش میکنیم بخش دوم رو.
به نظر بنده هر تلاشی بالاخره آخرش به یه نتیجه میرسه، البته در صورتی که این پایدار باشه. این امثال آقای پهلوی و مسیح علی نژاد اینا که دارن زحمت میکشن خیلی خوبه، ولی باید پایدار باشه تا آخرش برن، تا به این نتیجه برسن. به نظر من مردم خارج با داخل دو خط موازی هستن که باید در امتداد همسو با هم دیگه حرکت کنن، و این لابیگری مردم خارج نشین در آمریکا برای خواسته های مردم ایران فوق العاده عالی هستش، و این صدای مردم ایران توسط لابی های خارجی هستش که باید به سیاستمداران آمریکایی برسه و صدای مردم ایران را بشنوند تا بدانند و ببینند که در ایران چه میگذرد. شفافیت بین الملل یک گروه مدنی است که وضعیت فساد در کشورهای جهان را بررسی و گزارش سالانه در مورد آن منتشر میکند. طبق آخرین گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه 147 در جهان قرار دارد. کامبیز توانا همکارم با اسکات گریتک، مدیر اطلاع رسانی شفافیت بین الملل در واشنگتن، در مورد لابیگری در آمریکا و راه‌های فرار از قوانین و سوء استفاده از اون گفتگو کرده. Lobbying has a kind of a negative connotation with it. در ابتدا اگه میشه از مفهوم لابیگری برامون بگین، چون به لحاظ لغوی بار معنای منفی داره، ولی در ایالات متحده آمریکا یک امر کاملا قانونیه. Yeah, absolutely. So lobbying is one of the most important ways that people can influence. لابیگری تحت حمایت اصل اول قانون اساسی ایالات متحده است و هر شهروند آمریکایی این حق را دارد که بدون مانع جدی روی کنگره و دولت تاثیر بگذارد. متاسفانه این باعث می‌شود قدرت‌های خارجی که حتی در چارچوب قدرت‌های متخاصم علیه ایالات متحده قرار می‌گیرند، بتوانند متخصصان لابیگری به ویژه در همین واشنگتن که پایتخت است استخدام کنند. و طبق ارزیابی منابع آکادمیک، این گروه ها هر سال مبلغی حدود 160 تا 170 میلیون دلار خرج می کنند تا خاص قدرت های خارجی را در واشنگتن به اجرا بگذارند. قابل درکه که مردم اجازه داشته باشند خواست خود را از دولت پیگیری کنند و روی اون تاثیر بذارن، ولی آیا نظارت یا مکانیزمی برای چگونگی اون وجود داره؟ بله، البته. متاسفانه سیستم کارآمدی نیست، ولی وزارت دادگستری دولت فدرال قانونی با عنوان فارا، ثبت نمایندگان خارجی دارد که بر اساس آن اگر کسی هر گونه فعالیت سیاسی در این باره داشته باشد، مثلا به یک قدرت خارجی در مورد آمریکا مشاوره دهد یا حتی در حوزه روابط عمومی تلاش کند که بدون رجوع به دولت و کنگره مستقیم روی افکار عمومی مردم آمریکا تاثیر بگذارد، آن وقت باید تحت قوانین فدرال به عنوان یک عامل خارجی ثبت نام شده باشد. بر اساس این قانون همه ارتباط‌های شما با نهادهای خارجی از جمله هر ایمیل، تلفن یا پیامک را باید به دادگستری ارائه دهید که در یک وبسایت در دسترس عموم گذاشته می شود. از این طریق هر کس که بخواهد آن را دنبال کند، مانند نهادی که من در آن کار می کنم و کارش شفافیت و مقابله با فساد است، یا رسانه ها یا برای ردیابی منابع مالی می تواند ببیند چه کسی به این لابی ها پول می دهد، دنبال چه هستند و چه نوع پیامی به افراد منتخب در دولت می دهند. اگر کسی استاد دانشگاه یا بخشی از رسانه ها یا استاد مدعو یا کارشناس باشه که در رسانه ها حضور پیدا میکنه، آیا این افراد هم همین کار رو باید بکنن؟ برای لابیگری شما باید به عنوان یک عامل نهاد خارجی شناخته شده باشید، یعنی باید برنامه ها و پولی که دریافت میکنید دست کم از سوی نهاد یا قدرت خارجی استخدام کننده باشد. ولی اگر فقط یک چهره آکادمیک مستقل، برای مثال در دانشگاه جورج‌تاون باشید که شاید منافع یک قدرت خارجی را حمایت و ترویج می‌کند، آنها در طبقه چنین فعالیتی قرار نمی‌گیرند و هیچ یک از ارتباط‌های آنها در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت. بخشی از آن قابل درک است، چون تحت آزادی بیان و حق آزادی عقیده قرار می‌گیرد،
ولی البته خیلی راه‌های مبهمن و خوشایند وجود دارد که قدرت‌های خارجی می‌توانند فرصت‌های اینچنین را در آمریکا نهادینه کرده و یا از آن استفاده کنند و ما این را خیلی زیاد می‌بینیم و آن هم بودجه ای است که نهادهای غیر انتفاعی از جمله دانشگاه‌ها و نهادهای دانشگاهی جمع‌آوری می‌کنند. در این حوزه که قدرت‌های خارجی حامی مالی دانشگاه‌ها و نهادهای غیر انتفاعی هستند و در قبال آن با دولت آمریکا لابی می‌کنند، ردیابی و نظارت بسیار جزئی و کمی صورت می‌گیرد، طوری که نمی‌شود به راحتی آن خط از پول را میان یک قدرت خارجی با حزب‌های سیاسی یا با نهادهایی که حامی منافع آمریکا نیست پیدا کرد. این ارتباط‌ها در دسترس عموم نیست، پس ما نمی‌توانیم ببینیم از چه کشورهایی می‌آیند. Under FARA there are requirements that you have to you're obligated to do so. تحت فارا یه سری الزامات قانونی وجود داره، ولی قانون دیگری در حوزه لابی داریم که نامش هست قانون اطلاع رسانی لابیگری 1995. آیا این قانون هم الزامات خودشو داره؟ You do have to report that you're a lobbyist. You do have to report who you're working for. You do have to report what bills you've worked on. But باید به عنوان یک لابیست خود را ثبت کنید. باید گزارش دهید که برای چه کسی کار می‌کنید. و باید لوایحی را که برای آن لابی کرده اید را گزارش کنید. تحت فارا تمامی ارتباط ها از جمله هر ایمیل که به یک سناتور یا به کاخ سفید می زنید باید عنوان مشخص داشته باشد که برای یک قدرت خارجی لابی شده و در دسترس عمومی در وبسایت وزارت دادگستری قرار گیرد. ولی قانون دیگری هیچ کدام از این الزام ها را ندارد. شما می توانید ببینید یک لابیگری وجود دارد که برای فلان شرکت کار می کند، ولی ارتباطات آنها اینکه با دولت فدرال در چه موردی صحبت کردن را نمی بینید. همین ارتباط ها هست که می تواند نشان دهد آیا آنها تحت منافع قدرت خارجی فعالیت می کنند. پس با این حساب برای رصد و بررسی لابیگری ها تحت قانون لابی 1905 که به اون اشاره کردین ما راه درستی برای بررسی نداریم. متاسفانه اینها بر عهده رسانه و نهادهای مدنی مثل شفافیت بین‌المللی می‌افتد. یک مرکز اطلاعاتی بزرگ است که به روز نشده و اگر بخواهید به سراغ این اطلاعات بروید هزاران برگ پرونده است و بسیار دشوار بتوان فهمید اینها چه کسانی هستند و در چه مورد با دولت فدرال صحبت کردند. حتی طبق قانون دومی که به آن اشاره کردم شما شاید بدانید چه کسی برای کجا کار می‌کند، ولی چیز دندانگیری از آن در نمی‌آید. شما می‌توانید یک لابیست باشید که فقط 10-15% از زمان کاری خود را صرف لابیگری می‌کند و تحت این قانون حتی لازم نیست خود را ثبت کنید. برای همین خیلی ها را می‌بینید که با عنوان مشاور یا راهنما یا وکیل این کار را می‌کنند و چون به آن حد از فعالیت نرسیدند که 20% از فعالیت خود را صرف لابیگری کنند، نیازی به ثبت ندارند و افکار عمومی به هیچ شکلی نمی‌تواند از فعالیت‌های لابیگری آنها مطلع شود. وزارت خزانه داری آمریکا بخشی به نام کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک داره. آیا اوفک میتونه روی این شبکه نظارتی داشته باشه یا نه؟ در حوزه فعالیت نیروهای قانون و همرسانی کردن اطلاعات نوعی همکاری وجود دارد. اوفک در حوزه نظارت بر لابی با شماری موانع روبروست. ایران یکی از 4 کشوری است که از سوی آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریسم حکومتی قرار گرفته. و اگر یک شرکت لابیگری در آمریکا بخواهد در حمایت از منافع جمهوری اسلامی لابی کند، نیاز به یک مجوز خاص دارد و در غیر این صورت هیچ شرکتی در این حوزه نمیتواند کار کند. اوفک اطمینان حاصل میکند نظام تحریمی و نظام مقابله با پولشویی میتواند به شکل تکمیلی فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده است، ولی اگر بخوان روی افکار عمومی، رسانه‌ها، حتی نظام حقوقی تاثیرگذاری کنند، چطوری میتونن از این قوانین فعلی به شکل کاملا قانونی استفاده کرده و اهداف خودشون رو دنبال کنند؟ right. and unfortunately, you know, while a lot of the ways that they could do this
متاسفانه چندین راه وجود دارد که چنین کاری را انجام دهند. اگر بخواهند مستقیم این کار را بکنند، قابلیت آن را ندارند، مگر اینکه مجوز خاصی به آنها داده شود و قبول آن هم کار سختی است. ولی اگر یک شرکت سوری در یک جای جهان درست کنند و از راه آن شرکت سوری با مسئولیت محدود بتوانم پول دزدی را وارد آن شرکت کرده و آن شرکت آن پول را به آمریکا بیاورد و به عنوان مثال برای سرمایه گذاری در یک صندوق واریز کنند، یا صرف حمایت مالی از یک دانشگاه یا نهادی شود که به فعالیت مالی شرکت سوری توجه چندانی نداشته باشد، شاید نتوانند این شرکت را شناسایی کنند، چون هیچ سیستمی وجود ندارد که بداند نفع این شرکت به کجا می رود. پس این پول را بر می دارند و این پول می تواند صرف برنامه هایی شود که در خدمت منافع آنهاست. وقتی هم ندانیم این ارتباط چه شکل و چه جزئیاتی دارد، بله، این امکان هم هست که سرمایه گذاری هایی روی پیام هایی شود که به تدریج راه خود را در حوزه افکار عمومی و مقامات مسئول در آمریکا پیدا کند. به روزی تا سردگری بزنیم. در واکنش به سوال برنامه در خصوص لابیگری، بسیاری به نایاک و لابی حکومت جمهوری اسلامی اشاره کردند که دست از فعالیت بر نمی دارند. آزاد هم نوشته متاسفانه لابی حکومت ایران قوی تر از فریاد مردمه، و یا جواد که با آزاد هم نظر بوده و معتقد لابی برای حکومت دیده میشه ولی لابی که به نفع مردم فعالیت کنه کمتره. ایده ای هم با نقد عملکرد دموکرات‌ها از عدم همراهی دولت کنونی آمریکا با اعتراضات مردمی سخن گفتند. بریم سراغ سومین بخش از پیام‌های صوتی که برای برنامه خودتون فرستادید. هر کسی که لابیگری کرده تا صدای مردم ایران رو دنیا بیشتر بشنوه و دستای خون‌آلوده جمهوری اسلامی رو بیشتر برملا کرده ممنونم، ولی متعجبم چرا اتحادیه اروپا آمریکا که به خوبی میدونه حکومت علی خامنه یک حکومت تروریستی هستش، چرا در سفارت اونا رو نیبنده؟ اتحادیه اروپا و آمریکا مدعی این هستن که ما مشعلدار حقوق بشر و دموکراسی هستیم. علی خامنه ای به کیان پیرفلک رحم نکرد، فردا هم به شهروندان اروپای آمریکایی رحم نمیکنه. برای مثال حمایت جمهوری اسلامی از روسیه برای کشتن مردم اوکراین. متاسفانه لابیگری برای رسیدن به خواستهای مردم، مخصوصا توسط اپوزیسیون و گروهایی که توی خارج از کشور داریم، خیلی ضعیف داره عمل میشه و بیشتر اپوزیسیون مشغول درگیری و حاشیه بوده تا اینکه بخواد کار مفید و عملی انجام بده. از اون طرف میبینیم جمهوری اسلامی به واسطه لابیهاش نایاک و غیره چقدر داره سنگ اندازی میکنه. مهمان این بخش رها بحرینی، مسئول بخش ایران در عفو بین الملل از لندن هستند. عفو بین الملل در فوریه 2023، چند ماه پیش، گزارشی درباره محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، مدرس دانشگاه اوبرلین در اوهایو، با عنوان نقش دیپلمات پیشین ایران در سرپوش گذاشتن بر قتل عام سال 1367 در زندان منتشر کرده بود. خانم بحرینی، خیلی ممنون که وقت گذاشتید، خوش آمدید به برنامه. آقای محلاتی همطور که میدونید گفته که از کشتارهای دهه 60 بی اطلاع بوده. شما در گزارشتون مدعی شدین که ایشون نقش مهمی در تکذیب کشتار مرداد و شهریور 67 و انتشار در واقع اطلاعات دروغ ایفا کرده. عفو بین‌الملل دو گزارش منتشر کرده که 2018 بود و یکی همین گزارشی که الان اشاره کردم. تفاوت این دو گزارش رو میشه توضیح بدید و اینکه اگر میشه عنوان کنید که چرا در واقع بر اساس اونچه که شما اشاره کردین در عنوان گزارش اعتقاد دارید که آقای محلاتی به دنبال انتشار اطلاعات دروغ و سرپوش گذاشتن بر اون کشتار بوده؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل اسرار به خون آشتی که در سال 2018 منتشر کرد، هم یک فصل رو به انکار و تکذیب کشتار 67 توسط مقامات دیپلماتیک و وزارت خارجه وقت اختصاص داده بود و مفصلا توضیح داده بود که چطور از زمان وقوع اعدام با تا ماها پس از اون جمهوری اسلامی ایران توسط دیپلمات‌هاش در سراسر جهان کشتار 67 رو انکار میکرد و روایت‌های دروغ رو در مورد اون منتشر میکرد. گزارش جدیدی که ما چند ماه پیش منتشر کردیم تکمیل کننده اون گزارش قبلیه، از نظر تحلیلی که در مورد نقش دیپلمات‌ها ارائه میده و اینکه این دیپلمات‌ها مرتکب در واقع چه اعمال
غیر اخلاقی و غیر قانونی شدن و چه مسئولیتی به عهده اونهاست. به طور مشخص عفو بین‌الملل گفته که فارغ از میزان آگاهی این دیپلمات‌ها از جنایات صورت گرفته در زمان وقت، این دیپلمات‌ها از گزارش‌ها و ادعاهای مرتبط با اعدام‌ها در همون زمان و در ماه‌های پس از اون، یعنی در پاییز 67 و زمستان 67 مطلع شده بودند و به جای اینکه این گزارش‌ها رو به دقت بخونن و به پایتخت منتقل بکنن و امروز هم شفاف بکنن که در واقع در این خصوص چه اعمالی رو انجام دادن، با وجود تمام شواهد فزاینده به انکار کشتار 67 و ترویج روایت‌های دروغ ادامه دادن و از این جهت به فرهنگ مسئولیت در واقع کمک کردن و خانواده‌ها و جامعه رو از دونستن حقیقت محروم کردن و تا به امروز هم هیچ گونه مسئولیت پذیری در رابطه با این نقششون در ترویج روایات دروغ از خودشون نشون ندادن و به این ترتیب به پنهان کردن حقایق کمک کردن. خانم بحرینی، همونطور که اشاره کردید در گزارشتون اومده که آقای محلاتی گفته که اینها تبلیغات گروه‌های مخالفه و کسایی که کشته شدن کشته های میدان نبرد یا میدان جنگ بودن و در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در دی 1367 اشاره شده که دو بار در 29 آبان 67 و 8 آذر 67 با آقای محلاتی ملاقات انجام شده و بعد در یکی از این ملاقات‌ها ظاهرا ایشون خواسته حتی ویدئویی رو از عملیات اون چه که به عنوان فروغ جاویدان ازش اسم برده میشه در پرونده درج بکنه، که به نظر میاد ایشون کاملا در جریان مسائل بوده. ولی آیا تا امروز سندی هست که نشون بده آقای محلاتی از سوی جمهوری اسلامی از اعدام‌ها اطلاع پیدا کرده بود؟ همونطور که در گزارش ما نوشتیم، خیر، تا به امروز سندی نیست که نشون بده محمد جعفر معلاتی یا هیچ کدوم دیگه از دیپلمات‌ها از سوی دولت خودشون مورد اطلاع قرار گرفتن در مورد جنایات صورت گرفته. ولی اون چه که در مورد سند و مدرک بسیار وجود داره اینه که این دیپلمات‌ها و به ویژه آقای محلاتی از سوی سازمان ملل و عفو بین‌الملل و همینطور گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها در جریان این خبرهای مربوط به اعدام‌های گسترده قرار گرفتن. جلسات حضوری همونطور که شما گفتیم بین گزارشگر ویژه و جعفر محلاتی در آذر 67 صورت گرفته در مورد کشتارها و با وجود این شواهد فزاینده که مورد توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی هم در اون مقطع قرار گرفته، محمد جعفر محلاتی هماهنگ با سایر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان صرفاً به تکذیب این گزارش‌ها ادامه می‌دادن. به طور مشخص تمام این دیپلمات‌ها اعدام‌ها رو ساخته، گروه‌های ساخته و پرداخته گروه‌های اپوزیسیون می‌نامیدند، ادعا می‌کردند که در واقع کسانی که اعدام شدن در جریان حمله نظامی مجاهدین جون خودشون رو از دست دادن و بنابراین تا ماه‌ها به این روایت‌های دروغ ادامه می‌دادن با وجود اینکه شواهد همچنان رو به افزایش بوده. علاوه بر اون چه که شما بهش اشاره کردین، محمد جعفر محلاتی نقش کلیدی رو داشت در اعتراض به قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل در آذر 67 منتشر میکنه، تصویب میکنه در و یک بخش از اون اعتراض به اعدام‌های گسترده تابستان 67. محمد جعفر محلاتی پیش از تصویب قطعنامه، این قطعنامه رو یک قطعنامه مبتنی بر اطلاعات دروغ ارائه شده توسط گروه‌های تروریستی مینامه. پس از تصویب قطعنامه اون رو یک عملی ناعادلانه مینامه که موجب در واقع یک بازی سیاسی توسط کشورهای غربی علیه ایران و بعدتر حتی در آذر 67 و دی 67 که باز هم گزارش‌های بیشتری توسط عفو بین‌الملل و سازمان ملل منتشر میشه، انکار اعدام‌ها رو از سوی جمهوری اسلامی به چالش میکشه، اعلام میکنه که این گزارشات فقط نوک کوه یخه و هزاران نفر اعدام شدن و در گروه‌های جمعی دفن شدن. باز هم به این استراتژی ادامه میده و در اسفند 67 زمانی که دیگه جهان از این اعدام‌های هولناک مطلع شده بوده، باز هم یک نامه به عفو بین‌الملل محمد جعفر محلاتی میفرسته و ادعا میکنه که هیچ اعدام سیاسی در ایران صورت نگرفته و عفو بین‌الملل نباید به گزارش‌های گروه‌های تروریستی اتکا بکنه. یک نسخه از این نامه رو هم محمد جعفر محلاتی به دبیر کل سازمان ملل میفرسته و میخواد که در اسناد مجمع عمومی این نامه ثبت بشه و بنابراین در واقع ما از مشخصا طبق اسناد سازمان ملل حداقل از
آبان 67 تا اسفند 67 با اقدامات مکرر محمد جعفر محلاتی در انکار کشتار 67 روبرو هستیم. خانم بحرینی اشاره کردید که ایشون در آذر و دی 67 به شکلی تلاش کرده مانع تصویب قطعنامه بشه و ظاهرا تهدید کرده بودن بر اساس گزارش شما که همکاری با گزارشگر سازمان ملل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت در صورتی که اون قطعنامه به اون شکل تصویب بشه. یه توضیح کوتاهی بدیم، وقتمون خیلی محدود هستیم، که آقای جاوید رحمان خواستار یک گزارش مستقل در این باره شده بود، خانم شیرین عبادی، خانم آذر نفیسی، خانم لادن برومند خواستار تحقیقات شدن. نتیجه چه شده؟ نتیجه این تلاش ها؟ ببینید، موضوع کشتار 67 در واقع به دلیل همین کارزار انکار جمهوری اسلامی از یک طرف و مناسبات غیر اخلاقی حاکم بر جهان به ویژه در آن سالها از طرف دیگر اونطور که باید مورد توجه جامعه بین المللی قرار نمیگیره و تقریبا از اواخر دهه 60 و به خصوص از آغاز دهه 90 میلادی، یعنی پایان دهه 80 میلادی و آغاز دهه 90 میلادی، کشتار 67 با وجود اینکه یک جنایت ادامه دار بوده، یعنی سرنوشت قربانیان حتی مشخص نمیشه، گورهای جمعی محلش نامعلوم میمونه، مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار نمیگیره و تقریبا میشه گفت به فراموشی کامل سپرده میشه. در تمام دهه‌های بعدی بازماندگان و خانواده‌ها یک کارزار شجاعانه برای جلوگیری از این به فراموشی سپردن رو به راه میندازن، روایت‌های خودشون رو ثبت میکنن و به تدریج پس از چندین دهه گروه‌های حقوق بشری هم به این تلاش‌ها می‌پیوندن و گزارش‌های رو منتشر می‌کنن و ما از سال 2016 میلادی مجدداً می‌بینیم که در اسناد سازمان ملل به کشتار 67 اشاره میشه و به طور فزاینده از سال 2016 به این طرف ما اشارات بیشتری می‌بینیم. یعنی اول از همه اسما جهانگیر زنده یاد در واقع اسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال 2016 یک بخشی از گزارش خودش رو به کشتار 67 و آزار و اذیت ادامه دار خانواده ها اختصاص میده. پس از انتشار گزارش عفو بین الملل در سال 2018 ارجاعات به این ناپدیدسازی های قهری مرتبط با کشتار 67 و اینکه این یک جنایت ادامه داره رو ما در گزارشات جاوید رحمان میبینیم و همینطور دبیر کل سازمان ملل. کارگروه ناپدید شده گان قهری سازمان ملل نهایتاً در آگست سال 2021 همراه میشه با عفو بین الملل و از ایجاد یک تحقیقات بین المللی در این رابطه حمایت میکنه و در دسامبر سال 2021 هم ما یک مکاتبه اعتراضی بی سابقه داریم از سوی تمام گزارشگران مهم مرتبط سازمان ملل، یعنی گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ایران، گزارشگر شکنجه و کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل و چندین گزارشگر دیگه، که یک نامه به جمهوری اسلامی میفرستن، نامه بسیار مفصل 18 صفحه‌ای. تمام این مسائل مربوط به آزار و اذیت خانواده‌ها، پنهانسازی اجساد، تخریب گورهای جمعی، کارزار ارعاب و انکار و همه اینها رو بهش می‌پردازن و هشدار میدن که اگر این رویه ادامه پیدا بکنه خواهان تحقیقات بین‌المللی خواهند شد و در این حال برای اولین بار اشاره می‌کنن که این جنایات پیشین و ادامه دار در رابطه با کشتار 67 میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. از اون زمان به بعد تحول جدیدی صورت نگرفته، یعنی ما هنوز با ایجاد یک کمیسیون، هیچ اقدامی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای یک کمیسیون حقیقت یا روبرو نبودیم، ولی اینجا مهمه که اضافه بکنم که دلیل این عدم عمل در واقع دولت‌های عضو سازمان ملل هستند. کارشناسان مستقل سازمان ملل امروز یک صدا کنار خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفتن، یعنی هم جاوید رحمان و هم سایر گزارشگرانی که بهش اشاره کردم و هم کارگروه ناپدید شده و قهری سازمان ملل. یعنی ما جمعاً به کمک این تلاش چندین دهه بازماندگان و خانواده‌ها، اول از همه و بعد هم سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بعد به دنبالش سازمان عفو بین‌الملل با گزارش اسرار به خون آغشته و تمام پیگیری‌های بعدیش در سطح سازمان ملل، موفق شدیم که در تمام اسنادی که توسط کارشناسان مستقل سازمان ملل تهیه میشه اهمیت تحقیقات بین‌المللی رو جا بندازیم. ولی متأسفانه دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هنوز حاضر نیستن که هیچ اقدامی رو در این رابطه
رابطه اتخاذ بکنند و کمیسیون حقیقت‌یابی که بالاخره پس از تلاش زیاد در آذر گذشته تشکیل شد، یعنی ماموریت حقیقت‌یاب فقط محدود به کشتارها و نقض حقوق بشری که از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی صورت گرفته، و بنابراین ما همچنان باید به این خواسته خودمون در سطح بین‌المللی ادامه بدیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل موظفه که یک کمیسیون بین‌المللی رو برای رسیدگی به این پرونده باز جنایت علیه بشریت ایجاد بکنه. بله. و سازمان ملل مرتکب قصور جدی در حق خانواده‌ها و بازماندگان در طی تمام این دهه‌ها شده که هیچ رسیدگی درخوری رو در رابطه با این جنایت سهمگین علیه بشریت انجام نداد. سپاسگزارم از شما خانم رها بحرینی، مسئول بخش ایران در عفو بین‌الملل که از لندن با ما بودن. خانم لادن بازرگان از اعضای شورای انقلابی دادخواهان از کالیفرنیا با ما هستند. خانم بازرگان، شما سال هاست که تلاش میکنید وضعیت آقای محلاتی رو پیگیری بکنید. به نظر شما آقای محلاتی همچنان منافع جمهوری اسلامی رو در آمریکا تبلیغ و ترویج میکنه؟ بله، محلاتی یکی از بزرگترین لابی های رژیم در خارج از کشور سازمان ایلکس رو ایجاد کرده بود که در اون این سازمان هست که مقام های عالی رتبه رژیم از جمله خاتمی رو به امریکا دعوت کرد که در اینجا سخنرانی کنن، کتاب‌های بسیار زیادی منتشر می‌کنه و همچنین با ترسیم کردن یک چهره ملکوتی از اسلام باعث شده که خطر اسلام در خارج از کشور شناخته نشه. همونجوری که آقای فارس اشاره کردن، این پیام رو به از طریق روشنفکران آمریکا به آمریکایی‌ها فرستاده که میشه انگار که با یک رژیم جنایتکار این چنینی وارد مذاکره شد و صحبت کرد، در حالی که چنین چیزی اصلاً امکان نداره، و باعث شده که تمام حوزه های تدریس خاورمیانه طوری بشه که کسانی که مخالف رژیم هستن مثل ما ها نتونیم در اونجا هیچ صحبتی بکنیم، علیه اسلام حرف بزنیم، علیه اسلام حکومتی، علیه رژیم جمهوری اسلامی، علیه حجاب، علیه کودک آزاری، اینکه بچه مختاله رو مجبور میکنن ازدواج بکنه، و هرچی که ما میگیم با مخالفت آمریکایی ها روبرو میشه، برای اینکه فکر کنن که این اسلام هراسی است، در حالتی که واقعیت اون چه که در اسلام هست رو ما بیان میکنیم. ولی با تلاش هایی که محلاتی کرده باعث شده که صدای ما به گوش دنیا نرسه و تونسته یک نسلی رو پرورش بده. این بیش از 30 ساله که داره خودش، شوهر، خواهرش، همه اینا در دانشگاه های آمریکا تدریس میکنن، اینا باعث شده یک نسلی از آمریکایی ها رو پرورش بدن که اصلا به خطرات اسلام سیاسی آشنا نیستن، و نتیجهش رو ما دیدیم در اونجا که در افغانستان اتفاق افتاد، دو دستی افغانستان رو مجددا تقدیم طالبان کردن. بله. و اینها چیزایی که ما باید جلوش بایستیم. شما یه برنامه‌ای هم برای دیدار با قانون‌گذاران در اوهایو دارین، ظاهراً قراره در مورد دانشگاه اوبرلین و آقای محلاتی صحبت بکنیم. میشه توضیح بدین هدفتون دقیقاً چه هست از این دیداری که قراره ظاهراً در یک دو هفته آینده انجام بشه؟ بله، همونجور که اون شخص دیگه در آقای گرک صحبت کردن در رابطه با اینکه این کمک‌های مالی که به این دانشگاه‌ها میشه قابل بررسی نیست چون مخفیه، ما داریم از قانونگذاران ایالت اوهایو میخوایم که کمک‌های فدرال و کمک‌های ایالتی رو به این دانشگاه قطع بکنن تا وقتی که محلاتی در اون دانشگاه است این آدم باید اخراج بشه. و در ماه مارس هم با نمایندگان کنگره آمریکا ملاقات کردیم و از اونها خواستیم که پرونده اوبرلین رو به دست بگیرن و ببینن که چه کمک‌های مالی به این دانشگاه شده، از اونها بازخواست بکنن تا ببینیم جمهوری اسلامی چقدر به این رژیم پول داده. چون محلاتی ترتیبی داده بود که رئیس دانشگاه اوبرلین در سال 2007 اولین رئیس دانشگاهی باشه که به ایران مسافرت میکنه. ایشون 3 بار به ایران مسافرت کرده بوده، رئیس دانشگاه قبلی این دانشگاه، و خدا میدونه چه قول و قرارهایی به هم دیگه دادن، با ولایتی ملاقات کرده، با ظریف ملاقات کرده این خانم، و معلوم نیست که چقدر پول به اینها قول داده بودن و از چه طریقهایی به این دانشگاه پول دادن که اینها با وجودی که 2.5 سال ما داریم تلاش میکنیم کماکان پشت محلاتی ایستادن و حاضر نیستن که اخراجش بکنن. خیلی کوتاه اگه میشه پاسخ دانشگاه اوبرلین به شما چه بوده؟ چون من خاطرم هست که دانشگاه اوبرلین حتی گزارش عفو بین الملل رو هم رد کرده بود. دانشگاه به ما هیچ پاسخی نداده، فقط میگه که تحقیقات داخلیشون نشون داده که این آقا نمیدونسته، ولی همونجوری که خانم رها بحرینی اطلاع دادن، دانستن یا ندانستنش چیزی رو عوض نمیکنه. و مسئله اینه که اون تحقیقات هم دروغ بوده، چون حاضر نیستن بگن چه کسی تحقیقات کرده، از چه کسی صحبت کردن، با خانواده ها وارد صحبت نشدن، با گروه های حقوق بشری هیچ صحبتی نکردن، در نتیجه اونها هم حرف بیخودی بوده. وکیلی هم که گفته بود که این چیز رو داده بود، این استیتمنت رو داده بود، اصلا اسمش رو از اون استیتمنت برداشت، برای همین معلوم میشه که اون هم دروغ بود. اشاره بکنید کوتاه 2 مورد خودسوزی که به نظر میاد که در همون زمانی که آقای محلاتی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بوده، اینها به نظر شما چقدر اهمیت داره؟ این
نشون میده مقاومت رو، خانواده ها چقدر با شهامت ایستاده بودن و اسامی رو به خارج از کشور میفرستادن، گروه های احزاب سیاسی در خارج از کشور جلوی سازمان ملل تظاهرات داشتن، اعتصاب قضا کرده بودن، آقای مهداد ایمن در همون سال خودش رو جلوی سازمان ملل سوزوندن. نه این مرد نمیتونه بگه من نمیدونستم. و آقای نیوشا پرهی هم سال بعد به خاطر اومدن خامنه ای به آمریکا خودسوزی کردن و این جانفشانی ها از یاد نخواهد رفت. سرکوبگران به یک توافقی برای خاموش بودن پایبند هستند، ولی ما خانواده ها و فعالان سیاسی هم پایبند هستیم به اینکه صدای اونها باشیم، سکوت نکنیم و این حقایق رو انقدر بازگو بکنیم که این کسانی که در دوران دیکتاتوری فعال بودن و میخوان لاپوشانی بکنن نتونن. محلاتی از دهه 60 در وزارت امور خارجه کار میکرده، مقام عالی رتبه داشته. شما سال 67 رو نمیدونستی، اسامی کشته شده ها رو سال 60 هم در زندان در روزنامه ها ندیده بودی، سال 58 و 57 رو هم ندیده بودی، چرا اینقدر دروغ میگی؟ سیاه سپاسگزارم از شما خانم لادن بازرگان، از اعضای شورای انقلابی دادخواهان که از کالیفرنیا به ما پیوستن. برگردیم به روزیتا. سعید، فعالیت لابی ها برای خواسته های مردم ایران رو خوب ارزیابی کرده، ولی معتقد کافی نیست و در ادامه هم به اعتراضات مردمی در داخل اشاره کرده که این دو مکمل هم هستن. بسیاری هم زیر پست های مختلف در پلتفرم های توییتر و اینستاگرام و تلگرام با اشاره به فعالیت های نایاک و اینکه نوشتن لابی جمهوری اسلامی خواهان حذف کامل شدن. آخرین بخش از پیام‌های صوتی آماده است، با هم گوش می‌کنیم. لابی‌گری برای مردم ایران اگر واقعاً برای مردم ایران باشه کار صحیح و درستیه، ولی 40 ساله که ما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. کجا، کی، چه وقت؟ ما جز پسرفت، چیزی جز پسرفت نداشتیم. نزدیک 1200 سال عقب افتادیم. لابیگری با دولت آمریکا به عنوان اصلی ترین بازیگر عرصه بین‌الملل، خب طبیعتا باید حتما در دستور کار قرار بگیره، تو اولویت اول قرار بگیره. ولی خب من به نظر شخصی خودم تا موقعی که دموکرات ها بر سر کار هستن فکر نمی کنم ما به نتیجه برسیم، یعنی در جهت منافع ملی ما بخوان نا حرکت کنم. ولی خب حتما باید این کار انجام بشه، تلاش ها باید پررنگ بشه و دولت آمریکا در واقع به عنوان هدف اول باید مد نظر قرار بگیره. بهمن سقایی نگاهی داره به فعالیت‌های بنیاد علوی در آمریکا. این آسمان خراشی 36 طبقه‌ای در خیابان پنجم منهتن نیویورک است با مستاجرانی که سرآمد کسب و کار در آمریکا هستند. گودایوا، مطرح‌ترین شکلات سازی آمریکا، و جوسی کوتور از برندهای معروف جهان مد و بانک سیتی گروپ با آوازی جهانی. این آسمان خراش بیش از 40 سال است در مالکیت بنیاد علوی، از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان و از نهادهای تحت اختیار رهبری جمهوری اسلامی است. بنیاد علوی تغییر نام یافته بنیاد پهلوی است که درست 50 سال پیش شعبه آمریکاییان به دستور محمد رضا شاه پهلوی در نیویورک گشایش یافت. بنیاد پهلوی با هدف اداری دارایی‌های خاندان پهلوی به امور خیریه به ریاست جعفر شریف امامی رئیس وقت مجلس سنا تأسیس شد. چون نظر علازت همانی این بود که این اقدام یک صورت اساسی و دائمی و مؤبد پیدا بکند، این بود که فرم کار رو، شکل تأسیس رو تغییر دادن، از صورت یک مؤسسه به صورت یک موقوفه در آوردن که الان در واقع باید گفته بشود بنیاد موقوفات خاندان پهلوی. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر نام یافته، اموال و املاک داخلی و خارجی آن تحت اداری رهبری جمهوری اسلامی درآمد تا درآمدهایش برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی مورد نظر حکومت هزینه شود. هرچند بنیاد علوی با انتشار این فیلم تبلیغاتی در سایت رسمی خود مدعی است که یک نهاد خیریه است
که طی سالیان اخیر بیش از 50 میلیون دلار در اختیار 60 مرکز آموزشی، بهداشتی، غذارسانی و نهادهای مذهبی در آمریکا قرار داده، اما ناظران این بنیاد را نهادی وابسته به حکومت ایران و یکی از منابع اصلی لابیگری جمهوری اسلامی در آمریکا و حامی مالی گروه‌های تروریستی در جهان می‌دانند. بنیاد علوی افسون بر این آسمان خراشی 36 طبقه دارای 4 مسجد شیعه و شماری مراکز اسلامی در ایالت‌های نیویورک، مریلند، کالیفرنیا، ویرجینیا و تگزاس است. سرانجام در 29 آذر 1387 یکی از دادستان‌های نیویورک احضاریه‌ای برای فرشید جاهدی، رئیس وقت بنیاد علوی، فرستاد تا وی به اتهامات مربوط به نابود کردن اسناد ارتباط این بنیاد با بانک ملی ایران توضیح دهد. اما به گزارش نشریه آمریکایی فوربس، بنیاد علوی تا 50,000 دلار به عنوان کمک به حساب بنیاد کلینتون در نیویورک واریز کرد. این کمک بنیاد علوی به بنیاد کلینتون تنها 2 روز پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه داری آمریکا شرکت آسا، شریک بنیاد علوی را نیز به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرد و دادستانی نیویورک دارایی‌هایش را توقیف کرد. به گزارش فورب در 1372 منوچهر شفیعی، مدیر وقت بنیاد علوی، به همراه جانشین خود محمد حسین محلاتی از سوی مقامات آمریکایی متهم به صادرات غیرقانونی سلاح‌های بیولوژیکی به ایران شدند. در 1392 نیز یک قاضی فدرال به نام کاترین فارست حکم به مصادره آسمانخراش بنیاد علوی داد تا به عنوان غرامت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت پرداخت شود. اما بنیاد علوی با توجیه آن که 60 مرکز آموزشی، بهداشتی، غذارسانی و مراکز اسلامی وابسته به درآمدهای این آسمانخراش هستند، تاکنون توانسته از مصادره شدن در امان ماند و به گفته مخالفان همچنان منبع تامین مالی بزرگی برای لابیگری جمهوری اسلامی و تقویت گروه‌ها و سازمان‌های مسلح شیعه در خاورمیانه باشد، بیان که خانواده‌های نیازمند در ایران از درآمدهای این بنیاد بهره‌مند شوند. در پایین چند نکته رو توضیح بدم. ما با آقای محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و مدرس دانشگاه برلین تماس گرفتیم. من شخصا خودم بیش از 2 هفته پیش حدوداً تماس گرفتم که این پیغام و ایمیل و این حرفا و پاسخ ازشون دریافت نکردیم. با آقای حسین موسویان هم که پژوهشگر دانشگاه پرینستون هستن، از مذاکره کنندگان قبلی مذاکره جمهوری اسلامی بر سر برجام، با ایشون هم تماس گرفتیم، ایشون هم قبول نکردن حاضر بشن در برنامه. با ری انگلیش از دانشگاه اوبرلین هم تماس گرفتیم و پاسخ منفی بوده، هنوز پاسخی نگرفتیم تا این لحظه، و اعضای نایاک و مدیران بنیاد علوی. در پایان حسن سربخشیان مروری داره به لابیگری برای جمهوری اسلامی در آمریکا. نسخه کامل مصاحبه با ولید فارس و اسکات گریتک در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا در دسترس خواهد بود. حمله دانشجویان و انقلابیون پیرو آیت الله خمینی به سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 خورشیدی و گروگانگیری 52 کارمند و دیپلمات آمریکایی باعث شد تا جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور قطع کامل رابطه این کشور با جمهوری اسلامی را صادر کند. We're using every available channel to protect the safety of the hostages and to secure their release. در 43 سال گذشته جز چند مورد استثنایی که به دیدار مستقیم بین نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا انجامید، این دو کشور همواره توسط یک دولت ثالث و یا توسط لابیگرها رابطه غیر رسمی داشتند تا راهی برای برطرف کردن اختلافات بیشمارشان پیدا کنند. بعد از انقلاب، مخصوصا در به نظر من 15-20 سال اخیر، شکل لابیگری جمهوری اسلامی در آمریکا فرق کرده با شکلی که کشورهای دیگه لابی میکنن، چون رابطه مستقیمی نیست بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا. به نظر من یک شبکه لابیگری ایجاد شد که خودش رو
به جور دیگری معرفی میکرد. یعنی خود نمیگفت الان که ما لابیگریم، خودش رو به عنوان خبرنگار معرفی میکرد، به عنوان کسی که مثلا در اتاقای فکر کار میکردن یا آکادمیکن، و اما هدفشون همون هدف لابیگری بود. هدفشون این بود که سیاستهای آمریکا رو ببرن به طرف نزدیک شدن به جمهوری اسلامی. بنده اگه بیام الان بگم امریکا نباید روی ایران تحریم بذاره، برم سخنرانی هم بکنم، با هر کی هم صحبت بکنم، اینو ما بهش لابی نمیگیم. لابی وقتی اتفاق میفته که من مثلا مخالف یه سیاستی باشم، مثلا در رابطه با سپاه، دولت امریکا میخواد روی سپاه یه عنوانی بگذاره، من میرم در کاخ سفید وزارت امور خارجه یا در کنگره با فرد مشخصی که در رابطه با این سیاست میتونه تأثیر داشته باشه صحبت میکنم، به ایشون رو قانع میکنم که اون کار رو نکنه. این لابی اتفاق افتاده برای اینکه من با یه فرد مشخصی در مورد یک موضوع مشخصی در جهت منافع اون کشور دارم صحبت میکنم و تأثیر میذارم. تلاش برای لابی کردن به نفع هر دولتی مستلزم ثبت در وزارت دادگستری آمریکا می باشد و تخلف از آن جرم تلقی می شود. شما در آمریکا نمیتونی برای یک کشوری که روی لیست حامی تروریست هست لابی کنی. چون جمهوری اسلامی روی لیست، لابی کردن برای جمهوری اسلامی غیر قانونیه. سیوم دی ماه 1399 خورشیدی به نقل از جان سی دمرز، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی آمریکا، در سایت رسمی دادگستری این کشور به دستگیری کاوه لطف‌الله افراسیابی به دلیل تخلف او در لابی کردن اشاره شده است. کاوه افراسیابی بیش از یک دهه خود را به کنگره، روزنامه‌نگاران و مردم آمریکا به عنوان یک کارشناس بی‌طرف در مورد ایران معرفی کرد. اما افراسیابی در تمام این مدت در واقع کارمند مخفی دولت ایران و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود که برای تبلیغ آنها حقوق می گرفت. با انجام این کار او عمدن از ثبت الزام آور در وزارت دادگستری به عنوان قانون ثبت نام نمایندگان دولت‌های خارجی اجتناب کرد. او همچنین از تعهد خود برای افشای افرادی که از نظرات او حمایت می کنند تفره رفت. ما اکنون شروع به مسئول دانستن او برای این اعمال می‌کنیم. شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، یک سازمان غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است که به ادعای خود در جهت حمایت از حقوق سیاسی ایرانیان در آمریکا در چارچوب قوانین آمریکا تشکیل شده است. در سایت رسمی نایاک، مأموریت این سازمان پیشبرد صلح و دیپلماسی، پیگیری سیاست‌های مهاجرتی عادلانه و حفاظت از حقوق مدنی همه آمریکایی‌ها عنوان شده است. نایاک چندین سال پیش وقتی که دچار مشکل شد با دولت آمریکا، رفت یه سازمان در کنار نایاک درست کرد، اسمش رو گذاشت نایاک اکشن. نایاک اکشن مثل نایاک یک سازمان غیر انتفاعی خیریه معاف از مالیات نیست. اینا سازمان هایی هستند که پلیتیکال هستند، سیاسی هستند و با اون میتونن برن لابی کنن، ولی اون سازمان معافیت مالیاتی نداره. نقشی که دارن لابیگران اینه که اولا جمهوری اسلامی رو یک رژیمی نرمال نشون بدن، یک رژیمی که خب مسائلی داره مثل هر کشور دیگری، اما واقعا رژیم اون چیزی که اکثر مردم نسبت جمهوری اسلامی دیدشون هست، این دید رو سعی کنن یه مقدار عوض بکنن. و دوم این که سعیشون اینه که هیچ وقت صحبت از تغییر رژیم نشه، یعنی صحبت از اصلاحات میکنن، صحبت از دیپلماسی میکنن، تمام این صحبت ها، اما همیشه سعیشون این بوده که بگن هر کسی صحبت از تغییر رژیم در ایران بکنه جنگ طلبه و مخالف و دشمن ایرانه. یکی دیگر از راه‌های استفاده از لابیگرها در آمریکا حضور آنها در مراکز علمی و دانشگاهی این کشور است که در مواردی به مشاوره دادن به طرف آمریکایی نیز مشغولند. البته نتیجه کار آنها به بازداشت دانشجویان آمریکایی نیز منجر شده است که برای مقاصد دانشگاهی به ایران سفر کردند. دستگیری آقای ژی وانگ، شهروند آمریکایی چینی تبار در ایران به جرم جاسوسی به نفع آمریکا در سال 1394 نیز از این موارد است.
آقای وان که از طرف دانشگاه پرینستون در آمریکا برای پژوهش درباره دودمان قاجاری به ایران سفر کرده بود، بعد از سپری کردن 3 سال در زندان و در پی تبادل زندانی بین ایران و آمریکا با یک شهروند ایرانی و پژوهشگر سلول‌های بنیادی با نام مسعود سلیمانی که در آمریکا زندانی بود مبادله شد. متأسفانه چند تا دانشگاه خیلی سرشناس آمریکا هستند که استادان اونجا رابطه مستقیمی با جمهوری اسلامی دارن و کسانی که پول میدن به این دانشگاه‌ها روابط خیلی مستقیم تجاری دارن با جمهوری اسلامی. این به نظر من یکی از مسائل خیلی مهمه. امیدوارم که سیاستمداران آمریکا این رو دنبال بکنن و ببینن که چرا دانشگاه ها به این شکل ازشون استفاده میشه برای اینکه اهداف جمهوری اسلامی رو پیش ببرن. در نبود رابطه بین دو کشور ایران و آمریکا، آنچه مشخص است بهره گیری از نفوذ شخصی لابیگرها و تلاش آنها برای استفاده از روابط پشت پرده دنیای سیاست است تا راهی برای عبور از دیوار بلند بی‌اعتمادی بین دو کشور پیدا کنند.